سلام، پریسا هستم، راوی کانال روایت سرا. از اینکه منو سابسکرایب نمی‌کنید و برام لایک و کامنت نمیذارین ناراحتم، ولی چون خیلی دوستتون دارم میخوام به کارم ادامه بدم. میدونم که یه روزی همه اینا رو از طرف شما به دست میارم. همه داستان‌ها به قلم خودمه. مطمئن باشید که هیچ جای دیگه لنگش رو پیدا نمی‌کنید. محمود تنها به سر خانواده‌شون بود. هنوز 18 سالش تموم نشده بود، ولی دائم تو مهمونی‌های شبونه پیداش می‌کردن. آخه پشتش گرم بود. میگیم به کی؟ به باباش. باباش وقتی 20 سالش بود و واسطه شهادت عموش و با رانت خیلی زیاد یه کارخونه لوازم یدکی ماشین زده بود. حاج داوود یعنی بابای محمود سلطان لوازم یدکی بود. نرخ بازار دستش بود، ولی نبض پسرش رو نتونسته بود تو دست بگیره. به قول خودش پسر مایه آبروریزی بود. البته خیلی ها از خلوت‌های شبونه حاج داوود با زنه رنگارنگ خبر داشتن، ولی خب محمود خلوت سرش نمی‌شد. همه کاراش رو بود، بدون توجه به حیثیت باباش، و هیچ چیز براش مهم نبود. تو مهمونی ها همیشه قرص توهم‌زا می‌خورد و نوشیدنی هم از لب و لوشش آویزون بود. خلاصه پسر شری بود و مایه آبروریزی حاج داوود. حاج داوود خیلی سعی کرده بود پسرش رو مهار کنه، ولی کاری از پیش نبرده بود. حتی براش بادیگارد یا همون بپا هم گذاشته بود. ولی مگه کسی زورش به محمود میرسید؟ ساعت 5 صبح بود. لای چشمام رو که باز کردم هوا هنوز تاریک بود. آخه اولای پاییز بود. نمیتونستم رو پام وایستم. باید به حسین زنگ میزدم تا بیاد دنبالم و منو قبل از بیدار شدن بابام برسونه خونه. ولی گوشیم رو پیدا نمیکردم. چقدر اینجا تاریکه. بلند شدم تا برم دستشویی، ولی از هر طرف که رد می شدم یه صدای آخ می اومد. همه دراز به دراز خوابیده بودن و من تو تاریکی چشمم اصلا نمی دید. داشتم رد می شدم که یکی پامو گرفت. یهو انگار ترسیده بودم. با پام یه لگد محکم زدم. خورد تو صورت بهاره. گفت وای دیوونه چه مرگته، دماغم شکست. گفتم من دیوونم یا تو که یهو می چسبی به پام؟ گفت کجا میری؟ منم میام. گفتم چه غلطه، تو کجا میای؟ گفت خونتون دیگه، یادت نمیاد دیشب با هم چیکار کردی؟ گفتم خفه شو بهاره، زیادی خوردی، حالت خوب نیست. پاشو برو یه قهوه بخور، عقلت بیاد سر جاش. یهو شروع کرد به داد و بیداد. خودت خفه شو، فکر کردی هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی و بعدم بری گم شی؟ نه خیر، من از اون دختراش نیستم. راست میگفت. بهاره شر بود. ولی من یادم نمیومد که اصلا به سمتش رفته باشم. بهاره گفت: "هان، چی میخوای؟" میخوای فیلمایی که ازت گرفتم و برات بفرستم؟ گفتم تو اگه فیلم داشتی نمیپرسیدی، پخش میکردی. گفت این بار خواستم بهت لطف کنم، ولی نمیدونستم تو هنوز آدم نشدی. سرم تیر میکشید. عوارض زیاده روی دیشب بود. رامو کشیدم و رفتم به سمت دستشویی، ولی ذهنم درگیر شده بود. یعنی باهاش کاری کرده بودم؟ اگه کرده بودم که کارم زار بود. خلاص شدن از دست بهار کار ساده‌ای نبود، مخصوصا که باباش از رفیقای فابریک بابام بود و کافی بود یه سوسته کوچولو برای باباش بیاد. این بار دیگه حاج داوود پدرمو در می آورد. تو آینه به خودم نگاه کردم. گیج و منگ بودم. اومدم بیرون از دستشویی. دوباره چشمم خورد به بهاره. اون دختر خواب بود. یعنی چی؟ یعنی اصلا بیدار نشده بود؟ پس اونی که پامو گرفته بود کی بود؟ گفتم حتما اثر قرصای دیشب بوده، بی خیال بابا. هنوز دنبال گوشیم بودم. باید زودتر پیداش میکردم. یهو یادم افتاد دیشب کنار تنگ بلور روی میز اردوف خوری جاش گذاشتم. رفتم همونجا بود. سری شماره حسین رو گرفتم. اونم انگار منتظر بود. گفت کجایید شما آقا محمود؟ من تا صبح خوابم نبرد. حاجی اگه بفهمه من کارای شما رو لاپوشونی میکنم، برای شما که اتفاقی نمیفته، من بدبخت بیکار میشم، اونم با دوتا بچه کوچیک. گفتم اه حسین عزیز من، اگه بابام اخراجت کرد خودم استخدامت میکنم. حسین گفت دوباره قرص خوردین، داریم بیراه میگین. گفتم پاشو بیا دنبالم، چقدر حرف میزنی، سرم داره میترکه. سر راه هم از قهوه لمیس برام یه اسپرسو بگیر، باید سرحال بیام. گوشی رو قطع کردم، باید به خودم میومدم. دوباره به بهاره نگاه کردم. نه واقعا خواب بود. چشام میسوخت. تلو تلو خوران رفتم به سمت در. رفتم تو حیاط. هوا خیلی خنک و باحال بود. حسین دیگه باید کم کم پیداش می شد. ساعت داشت 7 می شد. چطور فقط یه صورت شستن 2 ساعت طول کشیده بود؟ حسین بالاخره رسید. قهوه را از دستش قاپیدم.
خیلی سردم شده بود. پریدم تو ماشین. چقدر گرم بود. نیم ساعت بعد دم در پشتی ویلای بابام بودیم. حسین یواش کلیدو انداخت تو در و در که باز شد حاج خانم پشت در بود. تا منو دید گفت از بابات خجالت نمیکشی، از من خجالت بکش. تو به کی رفتی آخه؟ گفتم به حاج داوود. مثلا شما خبر نداری؟ تا اومد بزنه تو گوشم از زیر دستش سر خوردم و تو کسری از ثانیه تو همون بودم. تنم پر از کبودی بود. یادم نمی اومد با کسی درگیر شده باشم. یعنی اینا جای چی بود؟ دوباره بیخیال شدم. ولی ته دلم شروع می زد. اگه واقعا ازم فیلم داشت بدبخت می شدم. بابام حتما تبعیدم می کرد. به یه کشور دیگه. و این همه خوشی در جا تموم می شد. ولی بعد خودم رو جمع جور می کردم. قهوه سر حالم آورده بود. حولم رو تنم کردم و رفتم سر میز صبحانه. حاج خانم داشت چای می ریخت. گفت استغفرالله این چه وضعیه پسر، برو لباس بپوش. گفتم بابا بی خیال شو دیگه حاج خانم، من پسرتم، از منم رو میگیری؟ چه خبره اینجا؟ یه خونه مجردی برای من بگیری تو خیالتون راحت شه. حاج خانم گفت آره تو هم بری اونجا و هر غلطی میخوای بکنی. گفتم غلطو که همه جا میشه کرد حاج خانم. و قبل از اینکه قاشق مربا خوری که به سمتم پرت کرده بود بهم بخوره، دویدم و از آشپزخونه اومدم بیرون. مامانم اگه یکم به جای اینکه به من گیر بده به حاجی گیر داده بود، وضعمون الان بهتر بود. حاج داوود هیچ گزینه‌ای رو رد نمی‌کرد. هر شب بساط نماز و دعا داشت. متوجه این که ولی حاج خانم سرشو مثل کپ کرده بود زیر برف. و همه چیزایی که به اون نمیتونست بگه باره من می‌کرد. ولی خب منم بچه پدرم بودم. از پس حاج خانم برمی‌اومدم. اون روز صبح کلاس کنکور داشتم. حال درس خوندن نداشتم. ولی زورم به حاجی نمی رسید. باید رشته قبول می شدم. هرچی باشه. حاجی گفته بود تو فقط قبول شو. بعد خودم منتقلت می کنم به رشته پزشکی دانشگاه تهران. یعنی این بشر اینقدر خرش می رفت. تازه شده بود نماینده مجلس و از هر دری براش می اومد. اما من اصلا دانشگاه رفتن رو دوست نداشتم. بارها به حاجی گفته بودم یه دهنه مغازه تو بازار برام بگیر. خودم سرمایه‌تو چند برابر می کنم. ولی مرغ حاجی یه پا داشت. میگفت باید بتونم سرمو پیش رفقام بلند کنم یا نه؟ تو باید دکتر شی. دلم به حال مریضای زیر دست خودم میسوخت. قرار بود چه جور دکتری بشم؟ تو همین فکرو بودم که حسین به گوشیم زنگ زد. جواب که دادم گفت آقا محمود دیرتون میشه. حاجی گفت اول ببرمتون سلمونی. تو آینه یه دستی کشیدم به موهای خودم. موهای به این قشنگی. حاجی حتما حسودیش میشد. چون خودش کچل بود گفته بود که برم سلمونی. گفتم باشه حسین اومدم، ولی سلمونی بی سلمونی، میخوام ببرم یه جای خوب. حسین داشت از اون ور خط دوباره قور میزد که گوشی رو قطع کردم. حاضر شده بودم رفتم پایین. حاج خانم مثل همیشه تو آشپزخونه بود. نمیدونم چرا توی خونه به این بزرگی فقط تو آشپزخونه میشست. از یخچال یه خیار برداشتم و همینطور که گاز میزدم گفتم عرض ادب حاج خانم، من میرم که دکتر شم. حاج خانم سرش از روی قرآن بلند کرد و گفت اینجوری با این شلوار تنگ و این تیشرت آستین گوتا اینجوری میخوای دکتر شی؟ بابا کراهت داره. از پشت سر کلشو ماچ کردم و گفتم یه دکتر خوشتیپ قرار به دکترا اضافه شه، شماها نمیذارین. و با پوزخند از خونه زدم بیرون. حسین که ماشین رو استارت زد گفت چرا با زندگی من بازی میکنی آقا محمود؟ گفتم من؟ نه بابا این حرفا چیه؟ اگه من نرم سلمونی با زندگی تو بازی کردم؟ گفت آقا حاجی هرچی بد و بیراه داره به من میگه. گفتم این بار که چیزی بهت گفت بگو به سر خودته، تو باید تربیتش کنی نه من. حسین زیر لب همینجوری غر میزد. گاهی دلم براش میسوخت که هم از من حرف میخوره هم از حاجی. کنار دکه آب میوه فروشی بهاره رو دیدم. آخه اونم همون کلاس کنکوری میومد که من میرفتم. گفتم حسین وایسه یه چیزی بزنی بر بدن. حسین گفت چشم آقا الان وای میستم. ماشین که وایساد دویدم سمت بهاره. با دوتا از دوستاش بود. خودم رو زدم به اون را که ندیدمش. ولی با صدای بلند جوری که صدامو بشنوه دوتا آب آناناس سفارش دادم. داشتم کارتم رو میدادم که گفت به به آقا محمود مهمون ما باشین. گفتم اه تو اینجا بودی؟ ندیدمه. گفت آره بابا تو درست میگی. آب میوه ها رو که برداشتم گفتم اگه میخوای بیا برسونمت، ماشین هست. بهاره گفت نه با دوستان پیاده میام. و یواش گفت بعد از دیشب میخوام به سرم هوا بخوره.
نمیدونم منظورش از یادآوری دیشب چی بود، ولی سری جیم شدم. حوصله قرقرای بهار و تهدیداشو نداشتم. ولی اصلاً مدل حرف زدنش شبیه چیزی که از صبح یادم بود نبود. گفتم هر جور راحتی. رفتم به سمت حسین. آب میوه‌ها رو که خوردیم راه افتادیم به سمت کلاس. دو تا دیگه از پسرهاجی ها هم تو همون کلاس بودن. تا منو دیدن گفتن محمود دیشب چه شبی بود. گفتم آره مثل همیشه. ولی اونا گفتن کجاش مثل همیشه بود، تو که ترکوندی. منظورشون رو نفهمیدم. ولی نمیدونستم راجع به همون موضوعی حرف میزنن که بهار حرف میزد یا یه چیز دیگه. گفتم به هر حال خوب بود. خیلی باهاشون حال نمیکردم. خیلی پاچه خاری باباشون رو میکردن. با من فرق داشتن. چند تا تراول 100 تومانی به حسین دادم و گفتم برو عشق و حال، تا شبم نیا دنبالم، من کار دارم. حسین هم خوشحال بود هم ناراحت. گفت آخه حاج داوود. گفتم اگه تو چیزی بهش نگی اون چیزی نمیفهمه. کش و قصه من و حسین تمومی نداشت، ولی ذهنم درگیر بهاره هم بود. نکنه این دختر واقعا فیلم چیزی ازم داره. اون روز بهاره اومد و چند تا صندلی اون برتر نشست. تا شب منتظر بودم یکی از فیلم ها رو برام بفرسته، ولی خبری نشد. جرأتم نمی کردم ازش چیزی بپرسم، چون نمی دونم اینا رو توی توهم دیده بودم یا واقعا کاری کرده بودم. گفتم تنها راهش بیخیالیه، اگه مشکلی پیش اومد اون وقت حلش میکنم. چند ماهی گذشت و قرار شد کنکور بدم و تو این مدت کلن بهاره و داستان اون شب رو فراموش کرده بودم. صبح روز کنکور حاج خانم با قرآن دم در وایستاده بود. با دیدنش خندم گرفت. گفتم واقعا به من امید داری حاج خانم؟ گفت معلومه پسرم، پس به کی امید داشته باشم؟ حاج داوود؟ دوتایی با هم زدیم زیر خنده. اومدم کفشم رو بپوشم که حاجی با فریاد گفت محمود وایستو ببینم پسر بیعقل. گفتم چی شده حاجی؟ و تا بیام به خودم بیام یه سیلی خوابونده بود تو گوشم. حاج خانم اومد بین من و حاجی. من حاج و واج بودم، چه خبر بود؟ تازگی و خلاف جدیدی نکرده بودم. حاج خانم با گریه میگفت چه ده حاجی؟ چرا بچه‌مو زدی؟ داره میره کنکور بده، چی کار میکنی؟ ولی حاج داوود صورتی سرخ شده بود و خیس عرق بود. گفت کنکور بخوره تو سرش، این پسر برام آبرویی نذاشته. و گوشیش رو گرفت به سمت حاج خانم. رنگ حاج خانمون پریده بود. نمیفهمیدم جریان چیه. فقط یه چیز به ذهنم رسید. نکنه بهاره فیلم رو فرستاده بود به گوشی حاجی. حاج خانم زد زیر گریه. گفت شیرم حلالت نمی کنم محمود. تو با ما چی کار کردی؟ حاجی فقط فوش میداد. گفت حالا مردک میخواد برای من بره کنکور بده. تو فارغ التحصیلی. گمشو بیا تو خونه. از فردا میفرستم جایی که عرب نینداخت. با آبروی من بازی میکنی؟ ببین چه بلایی سرت میارم. اون روز کلن تو دلشوره گذشت. حتی نمیتونستم از اتاقم بیام بیرون. حاجی قلقن کرده بود. تا شب فقط صدای گریه های حاج خانم رو میشنیدم. من دیگه دلم رو زدم به دریا. زنگ زدم به بهاره. چون حتی جرأت نمیکردم برم پیش حاج خانم. خواستم بهش یه دستی بزنم. گوشیش زنگ خورد ولی جواب نداد. یه جورایی مطمئن بودم کار خودش بوده و حال خودش رو قایم کرده. دوباره زنگ زدم و بالاخره بعد از 6 بار تماس گوشیش رو برداشت. خیلی آروم گفت چه خبرته محمود؟ این وقت شب چرا زنگ میزنی؟ گفتم من چه خبرمه؟ این همه مدت ساکت موندی تا همین امروز زهرتو بریزی؟ تو چه ماری هستی دختر؟ ولی بهاره میگفت چه زهری؟ من از چیزی خبر ندارم. گفتم چرا دیگه، همون فیلمایی که تو خونه پسر حاج قاسم ازم گرفتی اونا رو فرستادی برای بابام؟ ولی بهاره گفت کدوم فیلما؟ دوباره چیزی زدی محمود؟ چی میگی؟ گفتم خودتون رو صبح تو خواب و بیداری پامو گرفتی و گفتی بیچارت میکنم، حالا یادت نیست؟ ولی بهاره دائم حرفش رو تکرار میکرد و میگفت من از چیزی خبر ندارم و بالاخره هم گوشی رو روم قطع کرد. استرسم چند برابر شده بود. یعنی داستان چی بود؟ یعنی حاج داوود تو گوشیش چی داشت که حتی حاضر شد جلوی کنکور دادنمو بگیره؟ چیزی که همیشه آرزوشو داشت. صدای در خونه اومد. از حسین که پشت در اتاق من کشیک میداد پرسیدم چی شده حسین؟ کی داره میره بیرون؟ حسین گفت حاج داوود که از سر شب نیست. حالا هم حاج خانم رفت. گفتم کجای موقع شب؟ گفت نمیدونم آقا محمود. خیلی گرسنم شده بود. از صبح هیچی نخورده بودم.
حالا که خونه خالی شده بود تصمیم گرفتم برم به سمت آشپزخونه تا یه لقمه غذایی پیدا کنم و بخورم. رو میز وسط آشپزخونه یه نامه از حاج خانم بود. توش نوشته بود نتونستم جلوی حاج داوود رو بگیرم. فردا میری کرمانشاه. توی یه پادگان لب مرز تا سربازی تو انجام بدی. منم دارم میرم خونه خالت. باید با یکی درد و دل کنم. فقط بدون این چیزی نبود که ازت توقع داشتم. روسیا هم کردی محمود. حاج خانم حتی تو نامه هم ننوشته بود که تو اون گوشی لعنتی چی دیده. یهو به خودم اومدم. حالا چرا کرمانشاه؟ حاج داوود دیگه حتما قصد مرگ منو کرده بود. چرا اینقدر دور؟ چه جای سختی؟ ولی چاره‌ای نداشتم. باید قبول می‌کردم. صبح ساعت 6 نشده حسین پشت در اتاق صدا می‌زد. آقا محمود بلیت دارین برای ساعت 7:30 بعد راه بیافتیم. اصلا دل و دماغ نداشتم. اصلا نمی‌دونستم جریان چیه. ساکم رو که از شب قبل جمع کرده بودم برداشتم و رفتم. به ترمینال که رسیدیم به حسین گفتم حسین جون بچه هات گوشی حاجی رو پیدا کن و ببین توش چی بوده. من باید بفهمم این بلایی که داره سرم میاد به خاطر کدوم گناهمه. حسین گفت آخه چطور این کارو بکنم؟ گفتم هر طوری که میتونی. من جبران میکنم برات. مطمئن باش هرچی پول تو حسابمه برات واریز میکنم. ولی حسین گفت حاجی همه کارتاتون رو بلوکه کرده. کدوم حساب بانکی؟ گفتم چی؟ یعنی دیگه پولی تو حسابم نیست؟ صدای راننده اتوبوس باعث شد به خودم بیام. مسافرای کرمانشاه سوارشین داریم راه میافتیم. حسین سه تا ترابل 50 از جیبش در آورد و داد به من. گفت ببخشین آقا محمود شما بیشتر داده بودین ولی من خرج بچه‌ها کردم. گفتم نه بابا حسین بمونه پیش خودت. این چه حرفیه؟ هنوز ته کیفم یه مقدار پول دارم و خداحافظی کردم. یهو هم بی کس و کار شده بودم هم بی پول. اتوبوس به سمت کرمانشاه که راه افتاد تصمیم گرفتم حالا که من براشون تموم شدم اونا رو هم تموم شده حساب کنم. برم به سمت زندگیم. ترسناک بود ولی باید میرفتم. ساعت 4 بعد از ظهر بود که رسیدیم به شهر مرزی. خیلی پرت و دور افتاده بود. وقتی پیاده شدم ناخودآگاه زدم زیر گریه. راننده اتوبوس اومد سمتم و گفت به ظاهرت نمیخوره تو تقسیم افتاده باشی اینجا. مگه تهرانی نیستی؟ باید همونجا نگهت میداشتن. به خودم اومدم گفتم آخه ماجرا داره. من به اینجا تبعید شدم. راننده گفت بیا ببرمت به یه مهمونخونه. اینجا تمیزترین مهمونخونه شهره. ازش تشکر کردم و همراهش راه افتادم. باید تا صبح یه جایی رو سر میکردم. اوس رزا راننده اتوبوس بود. گفت من سه تا دختر دم وقت دارم و خونم کوچیکه. نمیتونم تعارفت کنم بیای خونه ما. گفتم نه بابا ممنون. همین که راهنماییم کردین خیلی هم ممنونم. اوس رزا منو سپرد به خانمی که تو مهمونخونه بود و خودش رفت. گرسنه بودم. یه ساندویچ از ساندویچی کنار مهمونخونه خریدم و رفتم بالا تو اتاقم. باید پسنداز میکردم. نمیدونستم چی در انتظارمه. اشک ریختن هم باعث شده بود چشام خیلی خسته بشن. تصمیم گرفتم بخوابم. صبح ساعت 6 بعد تو پادگان خودم رو معرفی میکردم. ولی اون شب تا صبح خوابم نبرد. استرس داشتم. هم استرس چیزی که تو گوشی حاجی بود، هم استرس سربازی. خیلی بد بود که به عنوان سرباز صفر اومده بودم. حالا که اینجا بودم دلم میخواست لاغر یه مدرک لیسانسی چیزی میگرفتم و بعد خدمتم رو شروع میکردم. تا صبح با خودم میگفتم کاش کنکور رو داده بودی پسر، شاید قبول میشدی و میتونستی از سربازی بری و درستتو بخونی. اون وقت شاید یه جای بهتری میافتادی. صدای اذان صبح تو اتاق پیچیده بود. این صدا رو آخرین بار یادم نمیومد که شنیده باشم. ولی آرومم کرد. ساعت نمیدونم چند بود. ولی تونستم یه چرتی تا قبل از ساعت 6 بزنم. زنگ گوشیم که خورد فهمیدم که همه اینا واقعیه. توهم نیست. باید برم و خودم رو معرفی کنم. از در مهمونخونه که رفتم بیرون کلی سرباز دیگه هم اومده بودن. و زندگی سربازی از همونجا استارت خورد. بابام سپرده بود که حسابی هوامو داشته باشن. البته من اینطوری فکر میکردم. یا واقعا هم اینجوری بود. اینم برام سوال بود. فقط میدونم که خیلی سخت میگذشت. من پسر یکی یه دونه حاج داوود که تو پول غلط میزد باید نون خوش سق میزدم. شیفتای نگهبانی شروع شده بود.
با نگهبانی تو شب مشکلی نداشتم. به خاطر همین بیشتر شیفت شبای بچه ها رو می گرفتم. فکر کنم به خاطر شب زنده‌داری های زندگی قبلیم نسبت به خواب دیگه حساس نبودم. یکی از همون شبا که شیفت بودم زنگ زدن که سرباز شیفت صبح دچار سوء هاضمه شده و نمیتونه شیفت بیاد. بقیه هم مرخصی هستن و به اجبار باید بمونی تو شیفت. خسته بودم ولی خب کاری هم نداشتم که بخوام شیفت و وای نستم. اصلا دل و دماغ کاری رو نداشتم. رو به جاده تو برجک نگهبانی نشسته بودم. از دور دیدم چند تا دختر با هم دارن میرن مدرسه. با نگاه کردن بهشون سرگرم شده بودم. کمی بعد یه دختر دیگر رو دیدم که تنها میرفت به سمت مدرسه. این یکی یه دختر ریزه میزه و خوشگل بود. از دور رنگ پوست سفیدش خودنمایی میکرد. دیگه کارم شده بود همه شیفتای بچه ها رو وای میستادم و هر روز همون دختره رو زیر نظر داشتم. شبا به تصویرش رویا پردازی میکردم. چهره خیلی خاصی داشت. از دور حس کرده بودم چشاش سبزه. وای من عاشق دختره چش رنگی بودم. تصمیم گرفتم پیگیری کنم ببینم کیه و چه کاره است. عاشقش نبودم ولی شیطنت هم گل کرده بود. می‌خواستم بهش نزدیک شم. چند باری بدون اینکه متوجه بشه تعقیبش کردم و فهمیدم با یه پیرزن تو روستا زندگی میکنه که باهاش نسبتی هم نداره و چون کسی رو هم نداره کنار اون پیرزن زندگی میکنه. شرایطش رو که فهمیدم دیگه دلم نیومد باهاش شیطنتی بکنم. اونقدر به وجود و حضورش عادت کرده بودم که بهش وابسته شدم. اگه یه روز نمیدیدمش دلشوره میگرفتم که کجاست. تا اینکه یه روز دلمو زدم به دریا. گفتم برم و خودمو بهش معرفی کنم. شاید با هم دوست شدیم و یه قراری گذاشتیم. دلم پوسیده بود تو اون روستا. از حاج داوود و حاج خانومم که هیچ خبری نبود. انگار نه انگار که من وجود داشتم. ظهر بود. میدونستم دیگه کم کم باید سر و کلهش پیدا شه. میدونستم اسمش راحل است. از دور که دیدم داره میاد رفتم به سمتش. ولی اون با دیدن من ترسید و شروع کرد به دویدن. منم ناخودآگاه دویدم به سمتش. مثل پلنگی که دنبال شکار باشه. ولی اون مثل یه آهو سری میدوید. داد زدم راحل صبر کن کارت دارم. ولی گوشش بدهکار نبود. بالاخره رسیدم بهش و دستش رو گرفتم. تا چرخید سمتم یه سیلی محکم، حتی محکمتر از سیلی حاج داوود خوابون تو گوشم. گفتم نکن راهله چرا میزنی، من دوستت دارم. نمیدونم این حرف از کجا در اومد ولی اومد. اون ولی دائم حرف خودشو میزد. کم مونده بود داد و بیداد راه بندازه که دستشو ول کردم. گفتم میخوام بیام خواستگاریت. ولی اون مثل باد میدوید و دور شده بود. اصلا نمیدونم حرفامو شنیده بود یا نه، ولی تا به خودم اومدم فهمیدم یه سیلی محکم خوردم و پیشنهاد ازدواج هم دادم. نمیدونم اینو واقعی بود یا نه. یه سیلی هم خودم به خودم زدم. ولی انگار واقعا واقعی بود. برگشتم پادگان. گویا قیافم خیلی درهم بود. چون تمام بچه ها میپرسیدن محمود چته؟ داشتی میرفتی سرحال بودی؟ چرا اینجوری برگشتی؟ چرا صورتت سرخه؟ تو پادگان هم یه ساقی داشتیم. قرصا رو از کشور همسایه می آورد. گفت بیا محمود دوتا بنداز بالا و برو بخواب. خیلی شیفت دادی پسر داغونی. دوتا قرص ازش گرفتم و رفتم رو تختم دراز کشیدم. همه بچه ها یه جورایی داشتن منو دست می داختن. یکی گفت حواست هست فردا شیفتی قرار جای منم وایسی؟ همه زدن زیر خنده. ولی من اصلا حواسم به اونا نبود. تو حال خودم نبودم. چشمای راهله از جلوی چشمام کنار نمی رفت. این دختر مثل هلو بود، ناز بود، معصوم بود. به خودم لعنت فرستادم، گفتم بابا یابو اینا با دختره تهران فرق دارن. دختره تهران شیطونن، خودشونم پایین. ولی اینا تو روستا چیزی ندیدن که. فوق آخر شوهر میکنن و چند تا بچه به دنیا میارن. ول کن محمود. ولی کارام دست خودم نبود. باید این قرصای لعنتی رو ترک میکردم. صبح فردا هرچی منتظر راهله موندم نیومد. ترسیده بودم. دائم فکر میکردم حتما الان راهله با چند تا قلچماق میان دم در پادگانا میریزن سرم و تا میتونن منو میزنن. ولی آخه راهله که کسی رو نداشت. اما مردم روستا همه پشت همن. کافیه راهله دهن باز کنه. اون وقت دیگه پسر حاج محمود که عددی نیست.
خونم رو میریزن. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. از برجک اومدم پایین و رفتم پیش فرمانده، گفتم من نمیتونم الان شیفت وایستم. گفت مگه خونه خالته که شیفت رو ول کردی؟ برو بالا، اگه نه اضافه بهت میزنم. گفتم بزن، من امروز کار دارم. زیر لب گفت حیف که حاجی سفارشتو کرده. نمیدونم این حرف رو واقعی شنیدم یا دوست داشتم بشنوم. کدوم حاجی؟ تازه سفارشم رو کردن و بزمینه؟ یه احترام نظامی نصف نیمه گذاشتم و دویدم سمت خوابگاه. باید میرفتم و از راحل خبر میگرفتم. به روستا که رسیدم مستقیم رفتم دم در خونه ننه سلیمه. همه چی آروم بود. هر از گاهی پیرمردی که با اسب یا قاطرش از اونجا رد میشد چپ چپ نگاهم میکرد. ولی غیر از اون هیچ خبر دیگه ای نبود. نمیدونستم قراره با راحل چی کار کنم. فقط یادم بود که بهش پیشنهاد ازدواج دادم. اونم من. محمود سر به هوا که حالا تازه داشت 20 ساله میشد. دهنم بوی شیر میداد. هرچند تجربه زیاد داشتم. تو همین فکرها بودم که در چوبی خونه ننه سلیمه باز شد و راحله و ننه دست تو دست هم به سمت میدون روستا را افتادن. یه نفس راحت کشیدم. همه چیز آروم بود. حتی راحله به ننه هم نگفته بود چون هر دو میخندیدن. شال گردنم رو کشیدم روی صورتم و بدون اینکه متوجه من بشن منم سوار همون مینیبوسی شدم که راحله و ننه سلیمه سوار شده بودن. قرار بود برن شهر. نکنه راحله مریضه و قراره برن دکتر. فکرم هزار راه میرفت. ولی تا تعقیبشون نمیکردم چیزی دستگیرم نمیشد. به شهر که رسیدن دوتایی با هم رفتن سمت مغازه لباس فروشی. منم رفتم داخل. ننه یه روسری رو نشون راحله داده بود و میخواست همونو بخره. اصلا سلیقه من نبود. یه روسری طلایی. ولی مطمئنن به چشمای اصلی راحله میومد. ناخودآگاه رفتم جلو و خواستم حساب کنم. آخه حاج خانم یادم داده بود وقتی با خانم میری خرید به هیچ وجه نباید بذاری اونا حساب کنن. یه جنتلمن واقعی این کارو میکنه. که یهو ننه سلیمه پرید به همون گفت مگه تو چه کاری که بخوای حساب کنی؟ راحله گوشه چادر ننه سلیمه رو کشید. یهو به خودم اومدم که بابا محمود خول شدی؟ اینجا روستاست. اینجا هر کسی نون بازوی خودشو میخوره. جنتلمن کیه دیگه؟ دستمو کشیدم کنار رو از در مغازه رفتم بیرون و منتظر وایسادم. اصلا برنامه‌ای نداشتم که قراره چیکار کنم. گفتم میام بیرون و خودم رو معرفی میکنم تا ببینم چی میشه. همینم شد. ننه و راحله که اومدن بیرون معلوم بود که راحله به ننه گفته من کی هستم. چشم راحله برق میزد. ترس دیروز دیگه تو چشمش نبود. با راحله چشم به چشم شدم. دلم هر ریخت. این حس رو تجربه نکرده بودم. هیچ وقت. ننه چند تا بد و بیرا بارم کرد. ولی من دوباره مثل توتی حرفایی رو که به راحله زده بودم تکرار کردم. گفتم میخوام با راحله ازدواج کنم. چشمای ننه گرد شده بود. ولی خیلی سرسخت بود. اونا به سمت خارج بازار راه افتادن. منم مثل یه بره دنبالشون بودم. این من نبودم. تأثیر قرصا بود. به کبابی که رسیدن خواستن نهار بخورن. منم گرسنه بودم. رفتم داخل و هرچی اونا سفارش دادن و منم سفارش دادم. ولی چیزی از گلوم پایین نمی رفت. ننه و راحله هم زیر زیرکی حرف می زدن و می خندیدن. حس می کردم ننه هم از من بعدش نیومده. یهو به خودم اومدم. بیرون کبابی دوباره منتظرشون بودم که ننه گفت اگه دختر منو می خوای باید بمونی روستا. گفتم چشم. من غلام شما و راحله خانومم می شم. و سرمو انداختم پایین. ولی زیر چشمی دیدم که ننه و راحله دارن میرن. اصلا نمیدونم این حرف منو شنیده بودن یا نه. یهو به خودم اومدم گفتم محمود داری چه غلطی میکنی؟ میخوای بمونی روستا؟ میخوای باقی عمرت رو با گاو گوسفندا سر کنی؟ تو پسر حاج داوودی، وارث هزاران میلیارد سرمایه. نکن پسر، برو دنبال زندگیت. وقتی برگشتم پادگان، فرمانده یه برگه گذاشت جلوم و گفت این برگه مرخصیته. امضا کن و برو چند روزی از دستت راحت شیم بچه. گفتم من که مرخصی نمیخواستم. فرمانده گفت ما نمیخوایم تو رو ببینیم. برو چند روز یه بادی به کلت بخوره. اونقدر موندی تو این پادگان خول شدی. راست میگفت. از سربازیم 3 ماه مونده بود. که با همه مرخصی های باقی موندم اگه تصفیه میشد دیگه لازم نبود بیام پادگان.
با خودم گفتم فکر بدی هم نیست. تو که عجله کردی و با ننه سلیمه حرفایی که نباید میزدی رو زدی. حالا برو چند روز ببین حرفات درسته یا نه. دلت دوباره هوای راهله رو میکنه یا نه؟ گفتم باشه فرمانده میرم. فرمانده هم گفت وقتی برگشتی کارهای پایین خدمتت رو میکنیم. با یه احترام نظامی به سمت خوابگاه رفتم. مسعود تا منو دید گفت بی‌معرفت تو که میخواستی بری چرا گفتی شیفتم رو وای میسی؟ گفتم ولی مرخصی اجباری داداش شرمنده. دو تا قرص دیگه از سوساکم در آوردم و انداختم تو حلقم. قرصا به هم حال خوبی میداد. یادم میرفت کجام و چی کار میکنم. از پادگان زدم بیرون. سر جاده یه ماشین پلاک تهران نظرم رو جلب کرد. جلو رفتم. ماشین حسین بود. یعنی اومده دنبالم؟ یعنی تبعیدم تموم شده بود؟ حاج داوود من سراپا تقصیر رو بخشیده بود؟ یهو در باز شد. حسین اومد بیرون. دویدم به سمتش و سفت بغلش کردم. حسین نزدیک بود بیفته. گفت چه خبر آقا محمود؟ شما خوبین؟ گفتم خوبم. مرد تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت حاجی گفته شما رو ببرم خونه. شوکه بودم. پرسیدم یعنی منو بخشیدن؟ گفت بعید میدونم. ولی حالا وقتی برسید معلوم میشه. حسین کلی لباس برام آورده بود. تو اولین رستوران وایسادیم و من رفتم لباسامو عوض کردم و یه ناهار توپ با هم زدیم. بعد از این همه مدت بهترین غذایی بود که میخوردم. تو کبابی هم که چیزی از گلوم پایین نرفته بود. بعدش هم تو ماشین تا تهران خوابیدم. صدای حسین رو میشنیدم که میگفت آقا محمود بیدار شین رسیدیم. رسیدیم خونه. حاجی منتظره. خوبیت نداره. هنوز گیج بودم. هوا تاریک تاریک بود. ساعتم رو که نگاه کردم حدود 10 شب بود. گفتم مگه حاجی خونه است؟ گفت بله یه مدتیه حاجی دیگه هر شب خونه است. بهت زده بودم. حاج داوود خونه موندن دوتا چیز باور نکردنی بود. ساکم دست محمود بود. گفتم اونا رو بنداز تو سطل. دیگه لازمشون ندارم. ولی حسین در رو باز کرد و ساکو انداخت تو ماشین. رفتیم به سمت در خونه. در رو که باز کرد حاج خانم رو دیدم که داره میاد به سمتم. گفتم سلام حاج خانم معلومه روبراهی؟ سفت بغلم کرد. آخرین باری که بغلم کرده بود و یادم نمی اومد. منم بغلش کردم و سرشو بوسیدم. حاج خانم گفت برو دست بوس حاج داوود تا همه چیز تموم شه. گفتم چشم حاج خانم هرچی شما بخوای. وسط پذیرایی حاج داوود جلو تلویزیون نشسته بود. رفتم سمتش سلام کردم. یه جواب نصف و نیمه داد و گفت فقط به خاطر حاج خانومه که الان اینجایی. گفتم دم حاج خانم گرم. که دیدم مامانم داره لبشو گاز میگیره. رفتم سمت حاج داوود و دستش رو بوسیدم. حاج داوود گفت خدا کنه سرت خورده باشه به سنگ. باشد که بره سمت اتاقش. گفت حسین فردا ببری سلمونی. فردا شب خواستگاری داریم. گفتم چی خواستگاری من؟ حاج خانم انگشتش رو گذاشت رو بینیش که من سکوت کنم. حاج داوودم بدون اینکه جواب بده رفت به سمت اتاقش. حاج خانم گفت فعلا برو یه دوش بگیر بعد بیا تو آشپزخونه. من همه چیزو برات تعریف میکنم. رفتم به سمت اتاقم. دوباره نمیدونستم دارم خواب میبینم و تو توهمم یا واقعیه. تو آینه اتاق زل زده بودم به خودم که ناخودآگاه یه سیلی زدم تو گوش خودم. باید میفهمیدم خوابم یا بیدار. ولی انگار بیدار بودم. خودم رو انداختم رو تخت. حال دوش گرفتن نداشتم و خیلی سریع خوابم برد. دوباره صدای حسین اومد. این مرد چرا دست از سرم بر نمی داره؟ آقا محمود ساعت 11 شده. بلند شین که خیلی کار داریم. یه کش و قوسی به خودم دادم و یهو یادم اومد قرار بود دیشب با حاج خانم حرف بزنم و بفهمم داستان چیه. ولی من خوابیده بودم تا صبح. صبح که چرز کنم تا ظهر. از جام بلند شدم و مستقیم رفتم زیر دوش. دلم برای حموم اتاقم تنگ شده بود. چه روزای سختی رو گذرونده بودم. حولم و تنم کردم و رفتم به سمت آشپزخونه. حاج خانم مثل همیشه کنار سماور نشسته بود و قرآن میخوند. تا منو دید گفت محمود تو درست نشدی؟ بازم با این سر و وضعی که؟ گفتم به خدا حاج خانم هنوز خوابم. گفت بشین یه چای بخور سر حال میای. لقمه نون و عسل رو که گذاشتم تو دهنم پرسیدم جریان خواستگاری چیه؟ با خودم گفتم الان حاج خانم میگه خواستگاری بهاره دیگه. حتما این دختر با همون فیلم ها اینا رو هم خام خودش کرده. ولی حاج خانم گفت خواستگاری نسرین دختر حاج قاسم. حتما یادت دیگه اون شب تو مهمونی؟ گفتم کی نسرین دختر حاج قاسم؟ کدوم مهمونی حاج خانم؟
گفت همون مهمونی که جنابالی توش گند زدی و من 2 ساله دارم گندتو جمع میکنم. گفتم نه به خدا هاش خانم، من اصلا نسرین رو. هاش خانم گفت ازت فیلم هست پسر، هاشا نکن. گفتم منو نسرین، ولی اون که نامزد داشت. هاش خانم گفت همین دیگه، نامزدش هم پسر حاج رضا بود، حالا ولش کرده. گفتم میشه من فیلم ها رو ببینم؟ گفته ای خدا انقدر بیخیال نباش پسر، فکر کنی یادت میاد، چه نیاز به فیلمه؟ گفتم نه به خدا من اصلا چیزی یادم نمیاد، به کی بگم؟ به پیر؟ به پیغمبر؟ هاش خانم گفت حالا قسم نخور، شاید بتونم فیلم ها رو از تو گوشی حاجی پیدا کنم و بهت نشون بدم. گفتم ولی گوشی حاجی که رمز داره. گفت دیگه نداره. گفتم چطور؟ گفت خب برای این که تو رو برگردونم باهاش معامله کردم. گفتم یا آبروی تو حاج داوود یا پسر من، اونم قبول کرد تو رو برگردون به شرط این که زن بگیری. منم باهاش اتمام حجت کردم که دیگه قراره شبونه و دعا و نمازم باید تموم شه و رمز گوشتی و این چیزا هم نداشته باشیم. عجب معامله بود، معامله سر زندگی من. حاج خانوم زندگی منو داده بود و زندگی خودشو به دست آورده بود. گفتم ولی این بی‌انصافیه، من اصلا با این دختر صنمی ندارم. حاج خانوم گفت خب اگه میخوای برگرد پیش راحله. سرم سوت کشید، راحله رو از کجا میشناخت؟ داشتم به زده نگاهش میکردم که گفت ها فکر کردی از هیچی خبر ندارم؟ میخواستی خودتو بدبخت کنی و این همه مال و منالو ول کنی بری تو روستا بمونی؟ مگه مادرت مرده؟ گیج بودم، پس همه اینا نقشه حاج خانوم بوده. خدایا این زن که دائم فقط داشت نماز و قرآن میخون، کی همچین آدمی شده بود؟ چطور از همه چیز خبر داشت؟ ولی باید یه کاری میکردم. بابا نسرین کیه دیگه؟ لااقل بهاره رو برام بگیرین. دیگه راهله رو فراموش کرده بودم، میخواستم برای آینده خودم بجنگم. ولی حاج خانوم آب پاکی رو ریخ رو دستم و گفت اگه مال و منال باباتو میخوای باید با نسرین ازدواج کنی، اگه نه که برگرد برو کرمانشاه. گردنم از مو باریکتر بود. این 2 سال بیپولی و سختی به هم فهمونده بود من آدم اون زندگی نیستم. حاج خانوم لیوان چایی رو گذاشت جلوم و رفت بیرون از آشپزخونه. من موندم و یه دنیا فکر و خیال. اصلا قیافه نسرین رو یادم نمی اومد. یعنی من واقعا اون شب با این دختر؟ هیچی یادم نمی اومد. خدایا من دیگه این قرصا رو نمی خورم، مغزم کوچیک شده. اون شب همه برای شام خونه حاج قاسم دعوت بودیم. ته دلم می ترسیدم، حتما فیلم ها رو اونا هم دیده بودن. نمی دونم چه برخوردی قرار بود با من بکنن. 2 تا قرص دیگه انداختم تو حلقم، باید به خودم مسلط می شدم، ولی بدون این قرصا ممکن نبود. عصر که حاج داوود اومد خونه دسته گل و شیرینی هم خریده بود. مگه اون میخواست بره خواستگاری؟ ولی بیخیال، من که اصلا نسرین رو نمیخواستم، حالا چه فرقی میکرد؟ یاد چشمای راهله افتادم. یعنی به من فکر میکنه؟ نه بابا، چرا باید فکر کنه؟ مگه اصلا چقدر از آشناییمون میگذره؟ سعی کردم بیخیال شم. سوار ماشین حسین شدم. سردماغ نبودم. قرصام اثر کرده بود و خواب داشتم. حسین گفت آقا محمود خیلی خسته این، ولی امشب شب مهمیه. گفتم برای تو یا برای من؟ گفت شما دیگه آقا، چرا من؟ چشمام رو بستم. حسره سر و کله زدم با حسین رو نداشتم. سرم رو به پشتی صندلی ماشین تکیه دادم و تا اونجا خوابیدم. با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم. اونور خط پسر بزرگ حاج قاسم بود. دلم شروع میزد، جواب ندادم. دیگه رسیده بودیم، پیاده شدیم. حاج داوود و حاج خانم جلو می رفتن. حسین هم گل و شیرینی رو می آورد. به در ویلا که رسیدیم و زنگ رو زدیم، استقبال خیلی گرمی از ما شد. اون شب بدون اینکه کسی نظر من رو بپرسه، همه قول و قرارها گذاشته شد. نسرین هم خوشحال ترین آدم مهمونی بود. البته منم می ترسیدم حرفی بزنم، چون توپ تو زمین من بود. من اصلا از محتوای فیلم خبر نداشتم و می ترسیدم همه چیز بر علیه من تموم شه. فقط میخواستم همه چیز بگذره و تموم شه. حس میکردم یه مهره سوخته هستم. حتی نمیدونم حاج داوود چطور تونسته بود حاج قاسم رو راضی کنه. آخه فیلمی که من به خاطرش 2 سال تبعید شده بودم چطور برای نسرین عواقبی نداشت؟ چرا برادرای نسرین با من گلاویز نشدن؟
حتی کاظم پسر بزرگی حاج قاسم که جواب تلفنش رو هم ندادم اومد زد رو شونم و گفت چطوری داماد؟ اون شب هر طور بود با ناز و عشوه های نسرین تموم شد. به این دختر هیچ حسی نداشتم. خدایا چرا از اون شب هیچی یادم نمیاد؟ اونقدر به خودم فشار آورده بودم که حس میکردم دارم خول میشم. چند روز دیگه عید بود. حاج خانم تمام مغازه ها رو گز کرده بود و از هر چیز بهترین اونا رو برای نسرین آماده کرده بود. مراسم عقدمون روز سوم عید بود. حاج داوود با دمش گردو میشکن. نمیدونم چرا این مرد انقدر خوشحال بود. یهو دلم هوای راحله رو کرد. چشمای سبزش از جلو چشمم کنار نمیرفت. هیچ خبری ازش نداشتم. حتی راه ارتباطی هم نداشتم. قرصام هم تموم شده بود. زده بود به سرم. اصلا نمیتونستم قیافه و عشوه‌گری های دائم نسرین رو تحمل کنم. دلم سادگی راحله رو میخواست. هرچه به عقدمون نزدیکتر میشدیم بیشتر هوای راحله رو میکردم. گوشیم زنگ خورد. بهاره بود. میخواست به هم تبریک بگی. گفتم بهاره من قرص میخوام. بهش نیاز دارم. برام بفرست. بهاره گفت خب چرا از نسرین نمیگیری؟ گفتم به تو چه؟ اگه داری برام بفرست. دیگه چرا بازجویی میکنی؟ گوشی رو قطع کرد و نیم ساعت نشده پیک دم در خونه بود. قرصا رو فرستاده بود. شب سال نو بود. دو تا قرص خوردم تا بتونم راحت بخوابم. ولی نمیدونم انگار قرصای بهاره تقلبی بودن. اصلا خواب نداشتم. صدای دینگ دینگ گوشی هم قطع نمیشد. نسرین دائم پیام میداد. یهو زد به سرم. گفتم تو اینجا چی میخوای پسر؟ فقط پول؟ راهله ارزشش بیشتر از این حرفاست. برو دنبال اون دختر، اون خوشبختت میکنه. یواش از اتاقم اومدم بیرون. رفتم سراغ گاف صندوق حاج داوود. رمزش تاریخ تولد خودم بود. در گاف صندوقو که باز کردم کلی پول و طلاهای حاج خانم اونجا بود که همه رو برداشتم و با یه اسنپ خودم رو رسوندم به ترمینال. باید بلیت کرمانشاه رو میگرفتم ولی بلیت نبود، شب عید بود. خب همه از قبل بلیت داشتن. صلاح هم نمیدونستم با این همه پول و طلا سوار ماشین شخصی بشم. ولی راهی نبود. بلیت بوفه رو خریدم و پریدم تو اتوبوس. هنوز راه نیفتاده بود که من خوابم برد. راحت ترین خواب زندگیم برای اون شب بود. داشتم میرفتم به سمت راهله. خیلی خسته بودم. یادم سال تحویل ساعت 10 صبح بود و من نیم ساعت بعد از سال تحویل دم در خونه ننه سلیمه بودم. درو که زدم گفتم حتما ننه سلیمه میزنه تو گوشم. خودم برای همه چیز آماده کرده بودم. تا در باز بشه انگار یه عمر طول کشید. ولی بالاخره صدای ننه سلیمه رو شنیدم که داشت به سمت در می اومد. در که باز شد سلام کردم. انگار راهله صدامو شنیده بود چون از لای در دیده میشد. سلام کرد. تا من بیام جواب بدم با چشم‌قره ننه سلیمه رفت تو اتاق. ننه یکم غر زد. ولی بالاخره دعوتم کرد تو و راهله هم برام چای آورد. داشتم یخ می زدم. چسبیده بودم به بخاری گوشه اتاق و سریع چای رو هورت کشیدم و تمام وجودم سوخت. از سوختن من هر سه با هم خندیدیم. کنار راهله و ننه سلیمه بهترین لحظه های زندگی مسفری می کردم. اینجا واقعا خودم بودم. ولی استرس داشتم. حتما حالا که سال هم تحویل شده همه دارن دنبالم می گردن. گوشیم رو تو راه توی رستوران انداخته بودم تو چاه دستشویی. نمیخواستم ردم رو بزنن. تصمیم گرفتم تا کسی پیدام نکرده راهله رو عقد کنم. یه سری دروغ به هم بافتم. تونستم دل ننه سلیمه رو به دست بیارم. مثلا گفتم حقوق خوندم و شروع کردم به کمک کردم به همه اهالی روستا. حتی به ننه سلیمه هم کمک میکردم. گوسفندا رو میبردم چرا. زندگی اونجا خیلی آرام بخش بود. دیگه قرص نمیخوردم. ننه هم به عقدمون رضایت داد. بهش قول داده بودم همونجا میمونم. کسی هم اصلا شک نکرده بود که چطور من یه جوان 20 ساله هم سربازی رفتم هم حقوق خوندم. کم کم پولام تموم شد و تصمیم گرفتم طلاها رو بفروشم. برای فروش طلاها چند روزی بود که میرفتم شهر رو میومدم. ولی به راهله گفته بودم که تو شهر میخوام یه دفتر بزنم تا شک نکنه. میخواستم با فروش طلاها یه سر و سامونی به خونه ننه سلیمه بدم. ترتمیزش کنم. تو یکی از رفت و آمدان به شهر حسین رو دیدم. تا اینجا ردم رو زده بودن. حتما حاج خانم بهشون گفته بود.
یادمه که حتی از راحله هم باخبر بود. داشتم یواشکی برمیگشتم روستا که حس کردم حسین منو دیده. متاسفانه درست بود. با موتور یکی از بچه‌های روستا سری خودم رو رسوندم خونه. ولی اونا هم دنبالم اومدن. و من فقط تونستم تو چند دقیقه کوتاه با راحلم که حالا دیگه زن عقدیم بود خداحافظی کنم. تو این مدت عاشق این دختر شده بودم. ولی دیگه راه فراری نداشتم. پیدام کرده بودن. و من محکوم بودم به ترک کردن راحله. تصمیم گرفتم مقاومت نکنم. تا شاید دوباره راهی پیدا کنم برای برگشتن پیش راحله. ولی زندگی بازی‌های بدی برام داشت. پام که رسید به تهران دنیا رو سرم خراب شد. حاج خانم سکته کرده بود و زمینگیر شده بود. اوضاع خیلی خراب بود. حاج داوود عصبانی بود. ولی این بار حتی تو گوشم هم نزد. می گفت تو دیگه حتی ارزش سیلی خوردنم نداری. چه گناهی کردم که تو نصیبم شدی؟ حاجی شرط گذاشته بود که اگه میخوای اون دختر راحله بلایی سرش نیاد باید با بهاره عقد کنی. ولی چرا بهاره؟ مگه قرار نبود با نسرین عقد کنم؟ دوباره تو ذهنم همه چیز به هم ریخته بود. به حسین گفتم مگه قرار نبود با نسرین عقد کنم؟ حسین گفت چه نسرینی آقا محمود؟ موضوع از اون اول هم بهاره خانم بود. یعنی این قرصا اینقدر رو مغزم اثر گذاشته بود که تا این حد قاطی کنم؟ این بار دیگه علاوه بر حسین یه به پای دیگه هم داشتم. به خاطر همین یه هفته نشده با بهاره نشستیم سر سفره عقد. راهی برام نمونده بود. راحله عزیزترین کسم شده بود. ولی قبل از عقد به حاجی گفتم اگه نمیخوای دوباره فرار کنم باید یه حساب پسنداز 10 میلیاردی برای راحله باز کنی. اگه نه این بار میرم و راحله رو برمیدارم و برای همیشه گم و گور میشم. جوری که اصلا نتونی پیدام کنی. حاجی هم واقعا از آبروش ترسیده بود. ولی اونم شرط داشت، گفت فقط در صورتی پول رو میدم که طلاقش بدی. طلاق دادن راحله بهتر از این بود که بخواد بلایی سرش بیاد. منو قبول کردم و زندگی نکبتبار منو بهار شروع شد. حاجی هم طلاق منو راحله رو با وکیلا پیش برد. و حتی نذاشت تو جلسه دادگاه شرکت کنم. ولی من هیچ حسی به بهار نداشتم. وقتی از نسرین خبر گرفتم فهمیدم 2 ساله که رفته آلمان. پس اونی که 3 ماه پیش قرار بود به عقد من در بیاد کی بود؟ خدایا چقدر سردرگم بودم. حاجی برای من و بهاره بلیت اسپانیا گرفته بود تا بریم ماه عسل. ولی این بار من به جای بهاره شرط گذاشتم. گفتم اگه میخوای تو همون اسپانیا ولت نکنم باید همه چیزو برام تعریف کنی. بهاره هم واقعا از من ترسیده بود و شروع کرد به حرف زدن. تازه اونجا بود که فهمیدم همه اینا بازی حاج داوود بوده. این مرد همه عمر منو بازی داده بود. و حالا هم به خاطر بدهیش منو به بابای بهاره فروخته بود. حتی قرص ها هم کار حاج داوود بود. این مرد میخواست منو دیوونه کنه. حتی فیلمی هم که ازم گرفته بودن کار حاج داوود بود. خیلی چیزهای دیگر رو هم بهاره برام تعریف کرد. طوری که دیگه طاقت نیاوردم و از خونه زدم بیرون. حالا دلیل سکته حاج خانم هم معلوم شده بود. اون زن بیچاره هم فهمیده بود که حاجی چه بلایی سرم آورده. طاقت نیاورده بود و سکته کرده بود. چند تا قرص ته جیبم مونده بود. همه اونا رو با هم خوردم. حدوداً 5 تایی می شد. اون شب اونقدر راه رفتم که دیگه نمی دونستم کجای تهرانم. صبح که بیدار شدم روی صندلی پارک بودم. کل شب رو اونجا خوابیده بودم. خواستم برم خونه. ولی آدرس رو یادم نمی اومد. پیاده تو شهر رو افتادم. ولی هیچ کدوم از خیابونا برام آشنا نبود. اصلا نمی دونستم اینجا کجاست. شبیه تهران نیست. از یه خانم رهگذر پرسیدم اینجا کجاست. اون خانم مثل دیوونه ها نگام کرد و گفت کرمانشاه. باورم نمی شد. یعنی شبونه اومده بودم کرمانشاه. حتی یادم نمی اومد که کی سوار ماشین شدم. اسم روستای راحله چی بود؟ اونم یادم نمی اومد. دوباره سردرگم شده بودم. این حالم چند روزی طول کشید تا کم کم به خودم اومدم. تمام مدت هم تو همون پارکی بودم که شب اول بیدار شده بودم. سعی کردم برم روستا تا از راحله خبری بگیرم. ولی انگار خدا خواست و تو همون پیاده روی های شبونه یهو سر از مغازه کبابی اوسرزا در آوردم. اون حتما میتونست از راحله بهم خبری بده. رفتم سراغش و ازش در مورد ننه سلیمه پرسیدم. ولی جواب اوسرزا خوردم کرد. گفت ننه سلیمه چند ماه بعد از رفتن تو دق کرد و مرد.
راحله هم ازدواج کرد و رفت تهران. خدایا چطور همه این ماجراها به این سرعت اتفاق افتاده بود؟ از اوسرزا تاریخ رو پرسیدم. ولی اون یه تاریخ عجیب گفت. 2 سال از زمانی که من از اینجا رفته بودم میگذشت. پس من این 2 سال رو کجا بودم؟ چطور گذرونده بودم؟ اصلا من کی هستم؟ کدوم قسمت زندگیم واقعیه؟ اصلا راحله‌ای وجود داشته؟ یا حتی بهاره؟ یا شایدم حاج داوود و نسرین هم زاده خیال من هستن؟ ولی حاج خانم چی؟ اون واقعا مادرم بود و سکته کرده بود. ولی من از مال دنیا حالا دیگه هیچی نداشتم. نه کس و کاری، نه پولی. اینجا کجاست؟ من کجا؟ محمود کیه؟ خب دوستای عزیزم، این قصه هم همینجا تموم شد. نظرتون راجع به این داستان چیه؟ تا حالا تجربه اینو داشتین که کسی از دور و بریاتون قرصه توهمزا بخوره؟ به نظرتون محمود چی کاره بود؟ کجای زندگیشه؟ واقعا زندگی که تصور میکرده وجود داشته؟ برام کامنت بذارید. خوشحال میشم که با سابسکرایب کردن از من حمایت کنید.